مردی که بعد از 15 سال از زندانی آزاد میشه که نمیدونه کی انداختهش اونجا و فقط دنبال انتقام میگرده. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلم اولد بوی محصول سال 2003 رو آوردم که یکی از تاریک ترین فیلم های سینمای کره محسوب میشه و توی زمینه فیلم های دیستربینگ و آزاردهنده جزو بالاترین نمره هاست و محتوای خیلی خفنی هم پشتشه و کلا بین سینمادانا خیلی شناخته میشه. هالیوود هم یه بازسازی ازش ساخته که اصلا نبینیدش، این نسخه اصلی هزار برابر بهتر از اون. بریم با هم ببینیمش، حتما تحلیل آخرش رو گوش بکنید. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم سال 1988 و مردی به اسم دیسترو میبینیم که به خاطر مستی میگیرنش. پاسگاه پلیس با مسخره بازی به گم میکشه و دوستش به اسم یوهان میاد و آزادش میکنه. این مرد به خاطر تولد دخترش مست کرده بوده و با خوشحالی کادویی که برای دخترش گرفته که یه جفت بال فرشته هم هست و داره میبره خونه، ولی یه دفعه ناپدید میشه و کادو هم وسط خیابون میفته. میبینیم که دیسو توی اتاق زندانی شده و با عصبانیت به در میکوبه که بفهمه کجاست. از زیر در بهش قضا میدن و هیچکی هم جواب سوالشون نمیده. مدت ها میگذره و هر از گاهی با بیهوش کردنش میان داخل تا موهاشو کوتاه کنن یا لباساشو عوض کنن. یه تلویزیون هم تو اتاقی که میشه تنها رفیق دیسو. حتی وقتی میزنه بالا هم دختر رو نگاه میکنه و کارش همونجا انجام میده. یه روز میبینه که اخبار یه قتل صحبت میکنه و مشخص میشه همسر دیسو کشته شده. جالبه که خودش هم مظنون اصلی قتله. البته که چند روز قبل موقع بیهوشیش زندانبانا اومدن و از شکم خون گرفتن و احتمالاً واسه همینه که قتل گردنش افتاده. دیسو کم کم تنهایی داره دیوونه میشه و همش توهم مورچه دیدن میزنه. حتی سعی میکنه جون خودش هم بگیره اما زندانبانا نجاتش میدن. بعد مدتی شروع میکنه به نوشتن اسم کسایی که میشناسه تا بفهمه کی این کارو باهاش کرده. یه نقاشی هم رو دیوار میکشه و شروع میکنه به تمرین مبارزه بلکه یه روز انتقام خودش رو بگیره. یه روز شروع میکنه به هک کردن یه خط روی دستش به اندازه هر سالی که میگذره و میبینیم که تا الان 7 سال گذشته. بعد شروع میکنه به کندن قسمتی از دیوار به امید اینکه راهی برای نجات باشه. البته که کندنش حدود 8 سال طول میکشه و وقتی موفق میشه این کارو بکنه صدای میاد با تختش جلوی سوراخ اون میپوشونه. گاز تو اتاق پخش میشه و میبینیم که زنی میاد سمتش، شروع میکنه به هیپنوتیزمش. وقتی چشماشو باز میکنه تو چمدونی و به زور میاد بیرون. 15 سال گذشته و حالا بالاخره آزاده. رو سقف یه ساختمونه و کمی اونورتر مردی میبینه که سگشو بغل کرده و میخواد بپره پایین. غریبه میگه سعی نکن جلومو بگیری و دیسو هم اصلا نمیفهمه جریان چیه و هنوز تو شوک آزادیشه. شروع میکنه مالیدن دستای طرف به خودش که طعم آزادی رو حس کنه و مطمئن شه که خواب نیست. غریبه میگه درسته که من یه هیولام، ولی به نظرت لیاقتی که زندگی رو ندارم. دیسو زغ زدم همین جمله رو تکرار میکنه. وقتی غریبه میخواد خودشو بندازه کرواتشو نگه میداره و جلوشون میگیره. بهش میگه اول باید داستان منو بشنوی و بعد هر کاری خواستی بکنی. سکانس بعد میبینیم که حرفای دیسو تموم شده و غریبه میخواد صحبت کنه و داستان خودشو بگه، اما دیسو بی توجه بهش پا میشه و با برداشتن چمدون اونجا میره. وقتی هم میرسه پایین همون غریبه خودشو پرت میکنه و جون خودشو میگیره. دیسو شروع به قدم زدن تو خیابونا میکنه و نمیتونه به خانواده‌اش هم زنگ بزنه چون همچنان به خاطر کشتن همسر خودش تحت تعقیبه. یه گروهی از خلافکارا میبیننش و میخواد امتحان کنه که تمرین‌های رزمی تو اتاقش درست بودن یا نه. برای همینم هم دعوایی راه میندازه و خیلی راحت همه اعضای گروه رو شکست میده. به قدم زدنش ادامه میده و یه مرد بی خانمان میاد کنارش. یه کیف پول با گوشی بهش میده. بعدم میگه از من نپرس چیان چون هیچی نمیدونم و فقط یکی ازم خواست اینا رو تحویل تو بدم. دیسو کیفو باز میکنه و میبینه پر پول و سکانس بعد وارد رستوران غذاهای دریایی میشه و سفارش میده یه حیوان زنده براش بیارن. با نگاه به آشپز میشناستش و دیس اونو قبلا توی یه برنامه معروف تلویزیونی دیدتش. برای همین هم یکم حرف میزنن تا گوشی دیسو زنگ میخوره. غریبه پشت خط و ازش میپرسه کت و شلوار تو دوست داشتی یا نه. دیسو هم شروع میکنه به حرف زدن و همه اسمایی که میشناسه رو میگه بلکه بفهمه کی پشت خطه، اما غریبه جوابی نمیده. فقط از دیسو میخواد این حد زدن رو تمام کنه و برای فهمیدن اینکه کی پشت تلفونه یکم به گذشتهش فکر کنه. اکتاپوس زنده دیسو حاضر میشه. اونم مثل وحشی برش میداره و همونطوری گاز میزنه و میخورش. یه دفعه دختر دست روی دست دیسو میذاره و اونم از حال میره. وقتی چشمشو باز میکنه تو خونه همون دختر رو، اونم میگه بالاخره تبت قطع شد و حالت خوب نبود. بعدم میخواد بره دستشویی و یه چاقو با خودش میبره. تاکید میکنه که قفل دستشویی خرابه ولی اگه بخوای بهم دست بزنی میکشمت. همین که میشینه یه دفعه دیسو میاد تو، انگار میخواد به دختر تعرض کنه و کنترلش دست خودش نیست، ولی اونم مقاومت میکنه و بعد زدن ضربه ای به سر
دختر مرد، یه دفعه مرد پشیمون میشه و میدوه بیرون. میخواد از خونه بره که دختر میاد پیشش و میگه عیب نداره. بعدم خودشو به اسم میدو معرفی میکنه و میگه منم از تو خوشم میاد ولی الان آماده رابطه نیستم. یا آهنگم مشخص میکنه و میگه هر وقت خوندمش اون موقع با هم رابطه برقرار کن. خلاصه که دوستیشون شروع میشه و دوتایی شروع میکنن به گشتن دنبال دختر گم شده ی دیسو. البته که میدو از همسایه ها سوال میکنه چون امکان داره قیافه دیسو رو بشناسن. متوجه میشن خانواده ای از کشور سوئد بچهشو به سرپرستی گرفتن و زندگی خوبی هم داره. خیال دیسو راحت میشه و تصمیم میگیره بفهمه که حالا کی باعث شده این همه سال زندگیشو از دست بده. برای این کارم همراه میدو به کلی رستوران میرن تا یه غذای خاص رو امتحان کنن. غذایی که فقط یه سری رستوران خاص دارنش و تو مدتی که دیسو زندانی بود هر روز از همون بهش میدادن. دنبال اینه که بفهمه کدوم رستوران غذاش همون مزه رو میده. توی سکانس میدو رو در حال چت کردن با یه نفر میبینیم. وقتی دیسو پای کامپیوتر میاد یه دفعه طرف مینویسه تو زندان بزرگتر باید خوش میگذره. همینم باعث میشه دیسو هم به این غریبه هم به میدو شک کنه و با عصبانیت بره بیرون که تنهایی به گشتن ادامه بده. به رستوران آخر توی لیست میره و وقتی میفهمه غذا دقیقاً همون مزه زندان رو داره یواشکی دنبال پیک رستوران راه میفته و به یه ساختمون میرسه. وقتی میره بالا مردی با اسلحه داخلش داره نگهبانی میده و دیسو که فقط میخواد انتقام بگیره با یه چکش میکشتش. همینطوری میره طبقات بالاتر و میفهمه صاحب اصلی اینجا مردیه که از بقیه پول میگیره و کسایی که میخوان توی یکی از اتاقها زندانی میکنه تا وقتی هم که بگن نگهشون میداره. میرسه به همین صاحب اصلی که اسمش هم آقای پارکه و شروع میکنه به شکنجش. با پشت چکش 6 تا از دندونای طرفو به شکل وحشیانه میکشه و اونم میگه هیچ وقت مشتری های اصلیمو نمیبینم و نمیتونم کمکت کنم. یکی بهم پول داد که تو رو بیارم اینجا و 15 سالم درآمدمو واریز میکرد که نگهت دارم. ولی صدای کسی که سفارش این کارو داد رو ضبط کردم و نوارشو به دیسو میده. اونم میخواد از ساختمون خارج شه و میبینه که کلی از نگهبانا منتظرشن. دعوای وحشیانه شکل میگیره و دیسو با اینکه چاقویی به کمرش میخوره موفق میشه همه رو شکست بده. میخواد سوار آسانسور شه که چند نفر اونجا و اونا رو هم بیهوش میکنه. اونطور هم که میاد بیرون وسط خیابون یه دفعه از حال میره. مردی کمکش میکنه و اونو میذاره تو تاکسی و جالبه که آدرس محلی که دیسو باید بره هم میدونه و به راننده میگه. بعدم لبخندی به دیسو میزنه و اسمشو به زبون میاره. اونم میفهمه این غریبه کسیه که باعث همه اتفاق شده اما جونی نداره که بره طرفش و از حال میره. وقتی به هوش میاد میدو زخماشو بسته و از خستگی همونجا خوابش برده. سری نواری که آورده رو میذاره و به صدای مردی گوش میده که اطلاعات کاملشو به آقای پارک میده. بعدم یه سری دارو داره معرفی میکنه که حتما باید به دیسو تزریق کنن تا یه موقع تو این مدت زندانی بودن روانی نشه. آقای پارک میپرسه چرا میخواد دیسو رو انقدر اذیت کنید و مرد جواب میده که اون خیلی زیاد حرف میزنه. شب بعدی دیسو یواشکی به دیدن دوست قدیمیش یوهوان میره، کسی که اول فیلمم هم دیدیم. براش همه چی رو تعریف میکنه و بعد گذاشتن نوار ازش میپرسه که صدای این مرد رو میشناسی یا نه. اونم نمیتونه تشخیص بده اما با استفاده از علم خودش میگه کمک میکنه که بفهمی چی این مردی که با میدی شک میکنه کیه و آدرسش کجاست. ولی این کارم نتیجه نمیده. تنها چیزی که یوهوان میگه اینه که مطمئن باش کسی که این کارو کرده آشناس چون خیلی اطلاعات دقیقی ازت داره. دیسو میره خونه و مثل دیوونه ها شروع میکنه به شکنجه میدو بلکه اطلاعاتی ازش بگیره. هرچی هم میگه نمیدونم قبول نمیکنه. همین لحظه گوشی زنگ میخوره و یوهوان خبر میده که آدرس اون طرفو بالاخره از اینترنت پیدا کردن. شنیدن آدرس باعث شوکه شدن دیسو میشه چون خونه روبروی همینجاست و با سرعت میدو سمتشو در باز میذاره. بالاخره با این مرد روبرو میشه. مردی که با همون اسم مستعارش یعنی اورگرین صداش میکنه که توی چت هم همون بود. اورگرین همراه بادیگارش منتظرن و با لبخندی نگاهش میکنن. بعدم به دیسو میگه 5 روز وقت داره که بفهمی کیم و چرا این کارو باهات کردم. اگه تا اون موقع نفهمی میدو رو میکشم. اگه هم بفهمی جلوی چشمات جون خدا میگیرم. دیسو عصبانی میره جلو تا کار اورگرین رو تموم کنه. بادیگارد میخواد جلوشو بگیره اما مرد نمیذاره و با همون لبخند میگه اگه منو بکشی که هیچ‌وقت حقیقتو نمیفهمی. اونم با عصبانیت میگه اب نداره انقدر شکنجهت میکنم که خودت بگیش. اورگرین هم با نشون دادن رد بخیه رو سینه‌اش میگه من به قلبم یه دستگاه کنترل ضربان قلب نصب کردم. به دکتر گفتم که یه دکمه بذاره که هر وقت خواستم جون خودمو بگیرم روی این ریموت دکمه‌اش. اگه بخوای شکنجهم کنی جون خودمو میگیرم. اونم مجبور میشه که ولش کنه. قبل خروج از اتاق اورگرین میگه برای زن و بچه‌ت باید انتقام بگیری تا آروم شی. با کنایه هم اضافه میکنه که مثل احمقا هم نباش. الان در اتاق باز گذاشتی و میدو توش بسته بود. به نظرت هیچ بلایی سرش نیومده؟ مرد سریع به آپارتمان خودشون برمیگره و با وحشت آقای پارک و گروهش رو میبینه که میدو رو به دیوار
کار بستن. پارک داره با دستاش دختر رو میماله و دیسو خودش رو تسلیم میکنه و میگه ولش کنید. اونم برای انتقام همینطوری که چکش برمیداره و میخواد دندونهای دیسو رو بکشه که کسی به ایش زنگ میزنه. آقای پارک با احترام جوابش رو میده و میگه چشم، هرچی شما بگید. چند لحظه بعد بادیگارد همون اورگرین سر میرسه و کیفی پر از پول به آقای پارک میده و اونم با گروهش از اتاق میرن بیرون. اما قبل رفتن دیسو با عصبانیت به آقای پارک میگه یه دونه از دستاتو به خاطر اینکه به میدو دست درازی کردی قطع میکنم و اونم هیچی نمیگه. به محض رفتنشون دیسو و میدو سوار ماشین میشن تا برای همیشه از اونجا در برن. تو راه هم دختر شروع میکنه به خوندن همون آهنگی که گفته بود تا به دیسو بفهمونه که آماده رابطه است. وقتی میرسنم رابطه پرشور برقرار میکنن. بعدش هم میخوابن و یه رفعه گاز خواب ور تو اتاق پخش میشه. وقتی چشماشون رو باز میکنن جعبه کادوی رو میزه و دیسو بازش میکنه. با وحشت دست بریده شده آقای پارک و داخلش میبینن. مشخص اورگرین و بادیگاردش این کارو کردن و دیسو میفهمه که یه جوری حرف که اون موقع زدن و آدرسشون رو پیدا کردن. برای همین هم سعی میره به یه فروشگاه و کاغذی رو نشون میده که روش نوشته یه نفر داره منو شنود میکنه. ببین میکروفون و رادیو آب کجان. مغازه دارم دست به کار میشه و از توی کفش دیسو یه میکروفون و رادیو پیدا میکنه. برن دوتایی میرن به کافینت دوست دیسو یعنی یوهوان. شروع به تحقیق در مورد اورگرین میکنن و یادشون میاد که توی دبیرستانشون یه گروه به همین اسم بودن و یعنی این مرد هم مدرسه ایشون بوده. سری دیسو و دوست دخترش میدو میرن به همون دبیرستان و شروع به گشتن اسم دانش آموزای اون سال میکنن. عکسشو پیدا میکنن و اسم واقعیش هم میفهمن، وو جین. اما نه دیسو و نه دوستش یوهان همچین مردی رو به یاد نمیارن. بیشتر تو مدارک میگردن و با برخورد به اسم یه دختر دیسو از یوهان میپرسه که راجب دختری به نام سوا اطلاعات داری یا نه. اونم میگه آره، یه دختری به همین اسم بود که وقتی تو از مدرسه رفتی یه مدت بعد خودشو کشت. سوا دختری بود که با همه میپرید و کلا به عنوان هرزه مدرسه بود. همین لحظه میریم به کافه یوهان و میبینیم که اورگرین یا همون ووجین واقعی رو صندلی روبرویشه. شنیدن این جمله یوهو عصبیش میکنه و میاد سمت این مرد. با وحشیگری همونجا یوهان رو میکشه و تلفن رو برمیداره. به دیسو میگه اون دختر که اینطوری ازش حرف میزنید خواهرم بود. بعدم قطع میکنه. دیسو که با فهمیدن اینکه رفیقش هم کشته شده خیلی عصبی تره میره به ساختمون آقای پارک و باهاش حرف میزنه. برای اعلام دوستیش انگشتری که بعد بریدن دستش براش فرستادن رو بهش پس میده و اونم میگه آقای ووجین دست منو قطع کرد، تو هم دشمنشی، پس دشمن دشمن من دوست منه و تصمیم میگیره کمک کنه. به این شکل توی این مدت میخواد میدو رو توی یکی از اتاقا نگه داره و حواسش باشه که یه موقع نیانو بکشنش. دیسو هم بره انتقامش رو بگیره. اونم شروع میکنه به تحقیق از دانش آموزهای قدیمی مدرسه تا بفهمه جریان چیه و یکیشون تعریف میکنه که دوست تو یا همون یوهان شایعه ای در مورد خواهر ووجین پخش کرده بود که همه فکر میکردن اون یه دختر خرابه. شنیدن این جمله همه چی رو یاد دیسو میاره. تو دوران دبیرستان یه روز توی یکی از اتاقا یواشکی متوجه رابطه جنسی ووجین و خواهرش سوا میشه. اون دوتا هم دیسو میبینن و سری در میرن. دیسو خیلی سری قضیه رو برای دوستش یوهان تعریف میکنه و فرداش هم برای همیشه از مدرسه میره. از دوستش هم قول میگیره که اینو به هیچ کس نگه. ولی خب یوهان این خبر رو به گوش همه بچهای مدرسه میرسونه و انقدری به این خواهر برادر فشار میاره که چند روز بعد جنازه سوا رو تو رودخونه پیدا میکنن. با فهمیدن قضیه حالا میدونه که دلیل اصلی این کارهای ووجین چیه، چون میدونه که دیسو رو مقصر مرگ خواهرش میدونه. به هر حال اون بوده که باعث این بی‌آبرویی شده. برای همینم هم آدرس محل زندگی ووجین رو پیدا میکنه و بعد خداحافظی میدو اونجا. موقع رفتنش هم میدو بهش میگه برو کاری کن که اون به التماس بیفته، چون میخواسته تو رو از زن و بچه جدا کنه. اون به هیچ دلیل منطقی همه زندگیتو نابود کرد. اونم به خونه ووجین میرسه و سرش داد میزنه که تو با هیپنوتیزم این خاطره رو از ذهنم پاک کردی تا این همه عذاب بکشم. ووجین با لبخند میگه من همچین کاری نکردم، ولی انقدر این قضیه برات بی اهمیت بود که اصلا خودت فراموشش کرده بودی. بعدم ادامه میده که وقتی مدرسه‌مون رفتی یه مدت بعد همه میگفتن که خواهر من بچه‌مو حامل است. انقدر قضیه بزرگ شده بود، انقدر این خبر بد بود که کم کم خواهرم باور کرده بود حامل است و حتی چاقم میشد. اما دم و دستگاه من که خواهرمو حامل نکرد، زبون تو بود این کارو انجام داد. دیسو میگه الان دیگه مطمئنم خواهرت خودشو نکشته، این تو بودی که ترسیدی واقعا خواهرت حامله شده باشه و سر به نیستش کردی تا این موقع آبرود بیشتر نره. تابلو عکسی رو دیوار نشون میده که عکسی از سوا کنار دریاچه و همون روز مرگ گرفته شده. ووجین میگه هر چقدر میخوای انکار کن، ولی حرف تو باعث اون اتفاق شد. من بیشتر از تو میدونم. حالا هم برات جایزه دارم. دیسو کادو جلوشو باز میکنه و توش یه آلبوم عکسه. شروع میکنه ورق زدن و میبینه که عکس قدیمی از خودش، زن و دخترشن. چند عکس بعد دخترش بزرگتر میشه و یه دفعه از وسطاش عکس میدو رو میبینه. دیسو شوکه شده و حالا ووجین تعریف میکنه که کار ساده‌ای نبوده، 15 سال زمان برد، ولی بالاخره نتیجه داد. میدو همون دختر توه.
هر دوتون هیپنوتیزم شده بودید که بعد آزادی تو اونطوری تو اون رستوران با هم آشنا شید و بعد این اتفاقا بینتون بیفته. قرار بود میدو بعد شنیدن یه جمله خاص عاشق تو بشه و تو پشت تلفن که با من حرف زدی اون جمله رو گفتی، دستم که گرفت بیهوش شد و همه چیز شروع شد. دیسو که حالا فهمیده به خاطر نقشه این مرد با دختر خودش رابطه داشته، با عصبانیت سمتش حمله میکنه که بادیگارد جلوشو میگیره و به راحتی پرتش میکنه به طرف دیگه. همینطوری دعوا میکنن و در آخر دیسو قیچی میکنه تو گوشه بادیگارد. اونم با عصبانیت میخواد خفش کنه که هرچی ووجین داد میزنه ولش کن، به خاطر کر شدن متوجه نمیشه. ووجینم با بیخیالی اسلحه برمیداره و بادیگارد خودش هم میکشه. حالا رو میکنه به دیسو و میگه واقعا فکر کردی آقای پارک طرف توه؟ من کل زندگیشو خریدم و الانم میدو رو گذاشتی پیش اون. میبینیم که آقای پارک جلوی میدوه و یه جعبه کادویی هم بینشونه که مشخصه مثل اتفاقی که برای دیسو افتاد آلبوم عکساشون داخلشه و قراره این دخترم حقیقتو بفهمه. آقای پارک تلفنی زنگ میخوره و گوشیو میده به میدو. دیسو از این ور فریاد میکشه اون جعبه رو باز نکن. میدو هم میگه میترسم و بعد شنیدن التماسای دیسو دیگه درشو برنمیداره. تلفن قطع میشه و حالا دیسو زانو میزنه، شروع میکنه به زجه زدن و التماس به ووجین. میگه تو رو خدا نذار دخترم بفهمه چی شده. انقدر التماس میکنه که حتی میگه سگت میشم و صدای زوزه کشیدن در میاره. شروع میکنه به لیست زدن کفشای ووجین و وسط همین التماسا ووجین رو میبینیم که داره همینطوری میخنده. دیسو چهار دست و پا میره و قیچی از زمین برمیداره. میگه مشکل ترفیه که من زدم باشه، به خاطر زبونم این اتفاق افتاد دیگه. برم با همون قیچی زبون خودش رو از ته قطع میکنه. ووجین همچنان میخنده و وسطش به آقای پارک زنگ میزنه و میگه ولش کن دختر رو، جعبه رو باز نکن. برم از اتاق میخواد خارج شه که یه دفعه ریموت ضربان قلبش میفته. دیسو برش میداره و میخواد برای انتقام فشار بده دکمه رو و این کارو میکنه، ولی یه دفعه صدای ضبط شده رابطه خودش و دخترش تو اتاق پخش میشه و بیشتر به هم ریزه. ووجین با خنده دیگه میره تو آسانسور. تو ذهنش صحنه مرگ خواهرش رو به یاد میاره که دستشو گرفته بود و نمیخواست ولش کنه. خواهرش میگفت بذار آزاد شم، دیگه نمیتونم زنده بمونم. بعد خواهشای خواهرش دستشو ول میکنه. همین لحظه اسلحه خودشو برمیداره و با یه شلیک خودش هم میکشه. سکانس بعد دیسو رو میبینیم که نامه به یه روانپزشک نوشته و با توضیح همه این داستانا ازش میخواد هیپنوتیزمش کنه تا همه قضیه ها رو فراموش کنه و بتونه برگرده پیش دخترش میدو. روانپزشک هم قبول میکنه و به عنوان سکانس آخر فیلم دیسو و دخترش بعد پایان هیپنوتیزم این مرد هم بغل میکنن. دیسو اول میخنده و کم کم خنده هاش به گریه تبدیل میشن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. آخر فیلم مشخص نمیشه که دیسو واقعا تونسته همه چیزو فراموش بکنه یا نتونسته. نکته جالب وقتی که داره با همون روانپزشک صحبت میکنه و اون بهش میگه که اول نمیخواستم پرونده‌تو قبول کنم چون خیلی عجیب بود، ولی جمله آخر نامه‌ای که برام نوشتی چون به هر حال زبون نداره بعد تو نامه مینوشه و جمله آخرش که خوندم نظرم عوض شد. اون جمله هم همون چیزیه که اون اولین باری که یعنی به هوش میاد و میبینه که آزاد شده، اون مردی که داشت خودکشی میکرد بهش میگفتش که آره من یه هیولام، ولی به نظرتون این هیولا حق زندگی کردنم نداره. جمله خیلی ساده ای ولی در عین حال واقعا خفنه. به هر حال اون سکانس آخر میگم وقتی که دخترش رو بغل میکنه اول داره میخنده بعد اشک میریزه و مشخص نمیشه که واقعا تونسته فراموش بکنه یا نه. اون روانپزشک هم بهشون اول اختار میده، میگه ممکنه که این کار اصلا کارساز نباشه، ممکنه هم اصلا کل خاطراتت رو به هم بریزه. به هر حال میاد تو رو به دو قسمت این هیپنوتیزم تقسیم میکنه که یه بخشش اون قسمت هیولای تو و همین چیزها رو میدونه و بخش دیگه‌اش خودتی. یه وقت ممکنه که با هم دیگه قاطیشن و به نظر من اینکه یه دفعه میزنه زیر گریه وقتی دخترش رو بغل کرد یعنی نتونسته فراموش بکنه و مجبوره تا ابد با این عذاب روحی زندگی بکنه. عذاب اینکه با دختر عزیز خودش رابطه داشته و اینو نمیدونسته و به دختر خودش تعرض کرده. این واقعا چیز دردناکیه و خب میگم کلا پایانش خیلی عجیب غریبه. اگرم واقعا فراموش کرده باشه یعنی همچنان میخواد با این دخترش توی رابطه بمونه و قراره واقعا با هم یه رابطه جنسی کلا یه زندگی تشکیل بدن، ولی در واقع این دختر خودشه. کلا میگم بری تو بحر پایانش خیلی عجیب و دارک و خفنه و کلا میگم فیلمش پر پلات تویست، یعنی شما تا آخر فیلم داری چیزهای جدید درک میکنی، آخرش هم نمیتونی بفهمی که این خوبه یا ووجین، به خاطر اینکه اونم به هر حال اونم اشتباه خودشو داشته و اینکه با خواهر خودش رابطه داشته اصلا درست نیست، ولی نمیتونی اینو انکار بکنی. شاید اگه اون خبر پخش میشد و فقط مستقیما همین پسر میرفت بهشون میگفت این کارتون اشتباهه بس کنیدش، شاید اونا کارشون رو تموم میکردن و اون دخترم زنده ایمون جون خودشون نمیگرفت. کلا میگم ساعت تا سر فیلم شما هیت از این ور میری به اون ور و نمیتونی بفهمی که باید طرف کدوم باشی، همه اشتباهی خودشون داشتن. ولی خب چیزی که بین طرفداران این فیلم کلا یه چیز مشترکه، همه معتقدن که اصلا توی این اتفاقایی که افتاده برای این خواهر و برادر مقصر اصلی همون یوهانه.
یعنی دوست دیسو، همون کسی که دونه کافینت داشت و در واقع اون بود که کلا این خبر رو پخش کرد و بهش بالا پر داد. ولی دیسو کلا همون اولش فقط یه جمله گفته بود که اینا با هم دیگه رابطه ای دارن، بعد این بوده که کلا به همه گفته خبر رو، بعد اومده کلی چیز هم گذاشته روش، گفته زن حامل شده و خیلی چیزهای بدتری بهش اضافه کرده. در اصل وقتی که دیسو همون اولش از شهر میره دیگه همه چی تموم شده، یعنی اون دیگه هیچ دستی تو این قضیه نداره. وقتی هم که ووجی میره این دوستش رو میکشه، یعنی انتقام خودش رو گرفته. اما خب به هر حال اینم باید مجازات بشه برای این قضیه. به روایتی میشه گفت که ووجین همش دنبال این بود که بتونه انتقامش رو گسترش بده، چون اگه میفهمید انتقامش تموم شده هیچ دلیلی برای زندگی نداشت و اصلا برای همین انگاری 15 سال صبر کرد و الان میتونست یوهان همون اول کارش رو تموم کنه و بکشتش و همه چیز تموم بشه. اما خب این همه وقت گذاشت، این دو نفر هیپنوتیزم کرد، بزرگشون کرد و اصلا یه جایی میگه که میگه دختر تو رو من خودم بزرگش کردم، خودم فرستادم مدرسه تا 15 سال دیگه بگذره، خودم همین کار رو انجام دادم. کلا فیلم اولد بوی توی سینما به عنوان فیلمی شناخته میشه که خیلی انتقام دقیق و با برنامه ریزی داره و حالا میگم حتما یه بار کامل ببینیدش، چون بار دوم که میبینید متوجه میشید که چقدر از رفتارهایی که بین این مرد و دخترش اتفاق میفته همه شهر تاثیر هیپنوتیزم های اون ووجین بوده، چون خیلی جاهاشو اصلا اول نمیفهمید و بار دوم که درکشون میکنید. خلاصه که فیلم تاریکیه، وحشتناکه و بار اولی که ببینیدش اگه که واقعا اهل فیلم و سینما باشید و قشنگ برید تو بهرش، تا یه مدت خیلی طولانی میره تو مختون. درسته فیلمش داره از خیلی چیزهای دیگه مثل سربیان فیلم یا هزار پای انسانی کمتر باشه دارک بودنش، ولی محتوایی که توشه به شدت رو مختون تاثیر میذاره. اصلا نمیتونم توضیحش بدم، چون برای خودم خیلی بر اتفاق افتاد و اولد بوی من ندیده بودمش، با اینکه خیلی فیلم خفنیه واقعا ندیده بودم. تازه فکر میکنم 4-5 روزی که تونستم وقت بذارم و ببینم فیلمو، و با این سن با اینکه این همه فیلم دیگه دیدم و خودتون میدونید کدوم ها بره توی کانال هستن، بازم وقتی این فیلمو دیدم بیشتر از همه روی مخم تاثیر گذاشت. یعنی اصلا یه حس واقعا انزجار دست میده بهت اون لحظه که میفهمی این دختر واقعا دختر خودش بوده. جالبه که اول که آزاد میشه و میره پیش این، هر کسی فیلمو ببینه شک میکنه، میگه نکنه این دختر خودش الان با همچین کاری بکنن. ولی یه خورده که میذاره تو چند سکانس بعدی برات توضیح میدن که آقا دخترش رفته سوئد، اصلا اینجا نیستش و کلا این از ذهنت پاک میشه و آخرش که میفهمی واقعا همون بوده خیلی شوکه میشه. یعنی اولش همه اون شک رو میکنن. میرسیم به نکته دیگه که میخوام توی سینما یاد بگیریم. توی سینما ما در مورد این قضیه همچین اتفاقایی که میفته، یعنی توی این پلات تویست ها که یه دفعه پیچش تو فیلم وجود میاره و یه چیزی پیش میاد که میگی واو پشمام، دو قضیه داریم ما. اولش اینه که طرف میاد از اول یه سری سرنخش رو تو میذاره، حالا مهم اینه که تو بفهمیشون برشون داری استفاده کنی یا نه این کارو نکنی. اگه همون اول بهش دقت بکنی در اصل کارگردان داره به تو میگه که آقا قضیه قرار اینطوری تمام بشه، چرا نمیفهمیش؟ مثل فیلم یوزوال ساسپکتس اگه دیده باشیدش قشنگ درک میکنید. فیلم در مورد یه سری مظنونه که برای یه قضیه میگیرنشون و میخوام بفهمن کدوم کار اصلی رو کرده. اگه فیلمو ببینید، حالا نمیخوام اسپویل کنمش، آخر که میفهمی کدوم مظنون اصلیه و کی واقعا این کارو انجام داده، اصلا کورکوپرتون میریزه به خاطر اینکه از اول فیلم داره به سرنخ میده که درکش بکنه، ولی خب تو نمیفهمیش. یا مثل فیلم سگ‌های انباری، کلا خیلی از این فیلم‌ها زیاد هستش. نوع دوم اینجور سبک فیلم، سبک فریب دادنه، کاری که توی این فیلم انجام میشه. یعنی سرنخ‌ها رو جلوت میذاره ولی اگه جا میاد گولت میزنه دیگه، بهت یه اطلاعات نادرست میده. نمونه فیلمش هم تو ایرانی هم بخوام مثال بزنم، فیلم رخ دیوانه هست که اگه ببینیدش قشنگ درک میکنید این قضیه رو، چون به شدت توش استفاده شده و قشنگ کارگران میاد تو رو فریبت میده. یعنی اصلا نمیاد بهت بگه که مثلا این سرنخ اصلی باید درکش کنی، نه، میاد بهت اطلاعات اشتباه میده و تو با اون اطلاعات اشتباه فیلمو میبینی و آخرش میگه که اشتباه فهمیده بودم. توی این فیلم همین اتفاق میفته، یعنی کارگران میاد به تو اشتباه اطلاعات میده، میگه که این دخترش رفته سوئد، پس این قضیه رو از ذهنت پاک کن، ولی در واقع همین قضیه بوده. خیلی چیز جالبیه که توی سینما استفاده میشه و خوبه که فرق جفتشون رو بفهمی، بخاطر اینکه تو اکثر فیلم های پلات تویستی اون اولیه استفاده میشه و کارگران میاد جلوتون سرنخ میذاره و شما باید باهوش باشی درکش کنید، اگه نکنی اشتباه خودت بوده ولی کارگردان بهت حرفش رو زده. این دومیه میگم کمتر استفاده میشه و خیلی جالبه، کارگرا میاد تو رو فریبت میده، گولت میزنه و یه چیزی رو از ذهنت کلا پاک میکنه، دیگه اصلا بهش فکر نمیکنی، اما آخرش میفهمی که همون درست بوده. دیگه همین، امیدوارم فیلم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت ساب یادتون نره، توی کانال زاپاش جوین بشید، پیشنهادتون هم بنویسید. روزتونم گلسی.